سلام زیتوب، خیلی خوش اومدید به یه ریاکشن ویدیو یه دیگه با ستون پمز. چطوری؟ چه خبرها؟ امیدوارم که زیبا و شاداب و با طراوت باشید. بریم برای اولین بار بشنویم از رامیار ترک اکتر، ببینیم که چه جوری است. Let's go. بگو دو دقیقه و 31 ثانیه. روبیت نورثی، نورثی بیتو من ازش فکر کنم یه چند باری کار شنیدم، یادم نمیاد دقیقا کدوم ترک بود، ولی یادمه که خیلی بیت باحالی بود. و از ساندکلاود رامیار استریم میکنیم، لینکش رو تو دیسکریپشن میذارم، اگه خواستید از اونجا هم میتونید به ترک دسترسی داشته باشید. کاورش هم که یه کاور خیلی خیلی خوش رنگ و شیکه، یه پنجره است، پشتش یه پیانوه، یعنی جلوش در واقع یه پیانوه، پشتش میشه پشت پنجره پیانو میذاره. آره، یه پیانوه که روی این پیانو یه ساعته که ساعت 10:32 رو نشون میده، ولی هوای 10:32 نیست، یعنی نه صبح نه شبه هواه، ولی میبی که شبه، احساس میکنم که تاریکه ولی انگار گرگو میشه، نمیدونم. یه دونه از این زبطایی که کاست میخورنه و چند تا کاسته و یه لیوانه که محتویات داخلش کاملا مشخص نیست، نمیدونم چیه، ولی انگاری که تریاک حل شده غیر اون چیه یزید. و یه چراغ مطالعه و یه زامندار و کاور خوشگل و خوش رنگیه، خیلی شیکه. کاور رو نزده که کی زده؟ نه متاسفانه. اوکی، ببینیم که رامیار روبیت نورثی چه کرده. دیدید من میگم بیتای نورثی خوبه؟ سر تات برام لطفاً این دفعه سمتم نیا، خودت زدی کردی بی خراب، من ندارم با بسی الانو. چقدر صداش قشنگه، خیلی صدای متفاوتی داره، چقدر همچین صدا پخته است، انگاری که مثلا سال هاست میخونه، ولی این اولین باره که من ازش کار میشنم. اوکی، خیلی خیلی به نظرم صدای متفاوتی داره و اینش خیلی نظران جلب کرد. آشنا سر تات برام لطفاً این دفعه سمتم نیا، خودت زدی کردی بی خراب، من ندارم با بسی الان، و هر بار یه جوری دستم میاد آماره توی بد مسی و آدم یکی یه جوری با طرفم میخواستش این توی رو تخت بنی فا. او دارک شد، ای بابا عرفم میخواستش این توی بود تخت بنی فا. چه ترکیب جالبی، چه اوتوتیون قشنگی زده، خیلی به خیلی صداشو باحال کرده. میدونی بعضی از صداها، یعنی اکثر صداها با اوتوتیون خوب میشه، میدونید، یعنی یه سبکیه برای کسایی که حتی صدا هم ندارن، اوتوتیون بیشتر بلدی میخواد، میدونید، یعنی یه جوری باید بخونی که وقتی تیونی میشه قشنگ بشه. خب ولی این صدای خودش قشنگه، اوتوتیون هم که شده خیلی جالب شده. آدم یکی یه جوری با طرفم میخواستش این توی رو تخت بنی فا. یزید من، برای چی میخوای شهر رو بسوزونی سر همچین آدمی؟ نکن پسر، شهر رو به آتیش نکش، بشین سر جا بزن زندگیمون رو بکنیم. سر یه همچین آدمی واقعا؟ راست میگن عشق آدم رو کور میکنه. اینه میخوام
بازی گوش، اینم بلیت هالیوود. کسی که بازیگر باشه که بلیت نمیخواد برای هالیوود، مثلا میتونست یه چیز دیگه بذاره جای بلیت هالیووده خوب بود، بلیتش خوب نبود. مثلا میتونی بگی که آها نه گرفتم منظورشو، یعنی میگه که انقدر بازیگر خوبی هستی بیا این بلیت هالیوود برو اونجا بازی کن. اوکی این بوده منظورش. من فکر کردم منظورش بلیت سینماه. در واقع اگه مثلا میگو بینم مثلا اسکار هالیوود باحال میشد به نظرم، ولی خب نه آیدیای خوبی بوده. بود پنجر باشم وقتی تو هر پنجشنبه شب دلت میگیره میری رو خط نته ورف زنگ میزنی ولی رامیت دستت رفت و حرفامون. آها رامیت دستت رفت. بله رامی چون یه چیز دیگه میگفتی چند دقیقه پیش، اون شهر رو آتیشی کشم کات نکنیم و این داستانه ایشه. رو خدمت برف زنگ میزنی ولی رامیت دست رفت و حرفامون رو یادت نرد. گفتم که عاقبتش تشنونی نیست و میخوای و انقدر کشش نده. خوب شد بیت. نوس آن ده بیت. اوکی بگو ترک اکتر از رامیو رو شنیدیم. خیلی خیلی صدای خاص و جدید و متفاوتی داشت و اینکه خیلی لیریکسش رو دوست داشتم، با اینکه کورس با اون دوتا ورس خیلی زد و نقیز بود، ولی خیلی هم جالب بود دیگه. اون سناریو اون داستانی که میخواست تعریف کنه رو خیلی جالب و خیلی خوب تونسته بود توی ورسا جا بده و من کاملا متوجه شدم که یه دختر شیطون بازیگوشی اومده تو زندگیشو به هم ریخته و رفته. این نمیخواد که این رابطه تموم بشه و به خاطر اون دختر بازیگوش شهر رو با آتیش میکشه، ولی دیگه چه فایده، دیگه یه جایی بدم رد میده و میگه دیگه رامیار دست در دسترس نیست، رامی در دسترس نیست، هم شد دیگه. آره خیلی جالب بود و بیتش هم واقعا بیت قشنگی بود. من کارای نورسی رو خیلی دوست دارم. دمشون گرم، دم شما گرم. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین، خیلی دوستتون دارم، خیلی باحالین. تا یه ویدیوی دیگه، خدا.